سلام و درود به همگی بر بچه، چطورید؟ خوبید؟ خیلی خوش اومدید به کانال خودتون و البته ادامه زندگی امپراتور داریوش رو فرگا خبر بعدی دارم براتون. پارتاگ عبدی بازی ما به یکی از بزرگترین شهر این بازی حمله کردیم. متاسفانه اونجا تیری به شونه فرماندهمون میخوره و زخمی میشه. متاسفانه متوجه شدیم که این تیر سمی بود و با گذشت چندین روز طبیب نتونسته کاری برامون انجام بده. طبیب‌های زیادی از سرتاسر پادشاهی به دیدارمون اومدن و هیچ کدوم نتونستن حالمون رو بهتر کنن. همگی فقط یه چیزی گفتن: ما زمان زیادی نداریم، باید آخرین حرفای خودمون رو بزنیم و جانشینمون رو انتخاب کنیم، باید همیشه آماده کنیم. کار درست اینه که از اینجا کارو بعد جنگ رو ادامه ندیم، استراحت کنیم که بتونیم بیشتر عمر کنیم، ولی فرمانده داستانمون نمیخواد این کارو انجام بده. بیاد از اینجا بزنیم بیرون که بتونم شرطو بهتون توضیح بدم. همونطور که میبینید امپراتور داستانمون حال خوبی نداره. از اینجا کارو بعد قراره همینجوری سلامتش کاهش پیدا کنه. برای همین من دست به سری تغییرات داخلی زدم. لردایی که به ما وفادار نیستم، با ما حال نمیکنن، شهر و قلاشون رو گرفتم و دادم به لردایی که مطمئن بودم قراره به ما وفادار باشن. همینطور برای اینکه از همیشه مطمئن بشیم، اجازه بدید این قانون رو تصویب کنیم که باعث میشه خاندان ما نفوذ بیشتری بگیر و بقیه لردا نفوذشون کاهش پیدا کنه. خوشم میاد افرادی که به ما وفادار هستن دارن ازمون حمایت میکنن، مثل مارتیریوس و اینجور داستان ها. این از این مشکلات داخلی نداریم، ولی از اونجایی که عمر کوتاهی داریم باید دشمنان خونین خودمون رو شکست بدیم. امپراتوری جنوب، پادشاهی مغول ها و پادشاهی وایکینگ ها هر کدوم یه دونه شهر دارن. اینا دشمنان قسم خورده ما هستن. اگه شکستشون ندیم برای جانشینای ما دردسر درست میکنن. به نظرم بیا دیگه لشکرکشیمون رو شروع کنیم. نباید بیشتر از این زمانمون رو هدر بدیم. به نظرم یه سرعتمون شدیدن پایین هستش. نظرتون چیه بچه؟ اگه توجه کنی چی شو؟ یه نفر من از دست دادم. چرا؟ به نظر میاد چون حال فرمانده خوب نیستش، نمیتونه سرباز زیادی رو فرماندهی کنه. میگم اصلا زمان کافی نداره. میدونی چیه؟ به نظر بچه این قضیه ترسناکه. بذارید ارتش رو اینجا دیزیبل کنم، یه خورده لردامون خودشون رو جمع و جور کنن و ما هم بتونیم سرعتمون رو افزایش بدیم. سرعتمون خیلی نمیاد بالا، شدیدن سرعت پایینی داریم به خاطر اینکه شبه. به نظر میاد ارتشامو میخوان به این قله حمله کنن. فعلا به نظر میاد سلامتمون زیاد تغییر پیدا نکرده، که این قسمت خوب داستانه. امیدوارم همینجوری بالا باشه و مطمئن بشیم که مشکلی نخواهیم داشت. به نظر میاد خودشون میتونن به اینجا حمله کنن. اجازه بدید ببینم آخرین دفاعی امپراتوری جنوب به نظر میاد اینجا باشه. پس بعد مستقیم راهی اینجا بشیم ببینیم قراره چه اتفاقی بیفته. فعلا نمیدونم اچ پی ما قراره چه جوری باشه. ما قراره همینجوری سلامتمون از دست بدیم؟ قراره سلامتمون بازیابی بشه؟ این چیزی که واقعا داره ذهنمو درگیر میکنه. به نظر فقط باید توی جنگا مواظب باشیم که دیگه بالاخره بیشتر از این حالمون بد نشه. لردامون تونستن اون قلعه رو بگیرن، اون قلعه رو میدیم به کی؟ اگه توجه کنید این یارو افتخار بالایی داره، به ما وفاداره، این کسی که باید شهر رو بگیره. چرا که نه. خب بید بچه ها راهی اینجا بشیم. همچنان به نظر میاد اچپیمون زیاد تغییر پیدا نکرده. اینها اچپیمون اومد پایین بچه ها. اگه توجه کنید شدید افتاد. از اونجایی هم که داریم لشکرکشی میکنیم، سری نمیتونم خودمون رو بازیابی کنم. این قراره برام مشکل باشه. 581 تا اینجا سرباز دارم. مطمئنا خودمون نمیتونیم این جنگو تنهایی جمع و جور کنیم. من به دو تا از لردامو میگم بیان اینجا، ولی همه لردامو رو نمیخوام دور خودمون جمع کنم. به نظرم بهتره که بهشون زمان بدم خودشونو جمع و جور کنن و بتونن یه ارتش بزرگ آماده کنن. به نظر میاد به اون قلمون داره حمله میشه. این دوتا ارتشامون دارن همینجوری دور خودشون میچرخن. به نظر میاد سه تا ارتش داشته باشیم. نمیدونم، باید به این شرط دیگه نگاه کنم. اوکی. ببین زمان کافی نداریم، اچ پی داره همینجوری کم میشه. بچه‌ها میدونید چیه؟ اگه از من بپرسید بهتره که هیچ چیزی نسازیم، یه دونه رم آماده کنیم، سری حمله رو بزنن. فقط امیدوارم نیروی کمکی برسن، چون بدون نیروی کمکی قراره جنگ خیلی مزخرفی باشه. امیدوارم او پسنگا قراره دوتا منجنیگ هم داشته باشن و ما نیروی کمکی نداریم. نه هیچکی اینجا نیستش، این یکی قراره سخت باشه. اوکی رممون رو ساختیم. بذارید ببینم میشه چه جوری سربازا رو لول اپ کرد. چرا که نه، این لول اپا رو من میگیرم. همینطور 10 نفر میخواد وارد ارتشمون بشه. بهتر الان همه اینا رو بگیریم که از تمام قدرتمون استفاده کنیم و به اینجا حمله کنیم. الان حمله کنم نصف شب و یه کوچولو منتظر بمونم روز بشه. سربازامو از دست ندادم، ولی اچ پیم همچنان پایینه. اوکی بزنید بریم برای حمله کردن ببینیم قرار اوضاع چه جوری باشه. فقط باید خیلی خیلی مواظب باشیم که تیری بهمون نخوره، چه میدونم نتونه ما رو مجروح کنن. شهر زیباییه پسر، دیگه قرار نیست این زیبایی رو ببینیم و این داره واقعا ناراحت
داره تعم میکنه. ببینید چه پایگاهی اینجا ساختیم برای خودمون. اوکی نوع فرماندهیمون قراره چه جوری باشه؟ به نظرم بهتره کل پیاده نظام رو کنسل کنیم. من خودم همه پیاده نظام رو فرماندهی میکنم، پیاده نظام ما بیاد این رم و نگه داره. آرچرامون فرماندهی کمان داره، احتمالاً بهتره این یارو بشه، ولی فرماندهی آرچر درست حسابی نداره. البته به نظر میاد همسرمون جین هم زیاد گزینه بدی نیستش. اوکی بازی شروع شد و اگه توجه کنی کماندارمون دارن به سمت جلو میرن، پیاده نظامون حالت شیدوال گرفته. اینکه اینا دوتا منجنیگ دارن یه خورده داره منو نگران میکنه. به نظرم دوتا منجنیگ قراره ما رو نابود کنه. ای کاش یه جوری میتونستم حداقل اونا رو بزنم. چیکار کنم؟ هیچ راهی وجود نداره بچه. من عملا هیچ راهی نمیبینم برای اینکه بتونم سربازامون رو توی امنیت نگه دارم. زود باشید پسرها، پا بزنید که دشمنامون دارن آماده میشن. کمانداری زیادی دارن. اوضاع جنگمون اینجوری که ما 250 تا سرباز داریم، اینا 580 تا، نصف اینا شت. پیاده نظام، وای بچه، پیاده نظام لوس فورمیشن بگیر خدایا. اگه سعیتر لوس فورمیشن میگرفتیم این همه سربازمون از دست نمیرفت. بله منجنیگا قراره نابودمون کنن. همون اول کار 13 نفرمون تونستن بزنن. کماندارشون دارن به سمتمون شلیک میکنن. خوبه حداقلش اینه که تونستیم آرشارشون بزنیم، ولی حالا که دیگه شیلد وال نرفتیم مطمئنن کمانداره دشمن قراره اذیتمون کنه. منجنیگا دارن همچنان به سمتمون شلیک میکنن. به نظرم بهتره بچه یه خورده از آرچرامون حمایت کنم و اجازه بدم که پیاده نظام به سمت جلو بیاد. با توجه به این که شید وال نرفتیم، بهترین کماندار دنیا داره هدشات میزنه. اینم از این، یه هدشات دیگه میخوام ببینم. اینم از این، دارم از همین صحبت میکنم پسر. منجنیگشون داره همینجوری به سمتمون شلیک میکنه. این هدشات نشون نتونستم با تیر اول بزنمش. کمانداره جناح چپشون رو دارن از دست میدن. نامرد جاخالی دادش. یکی دیگر هم ببینم نتونستیم بزنیمش، همون دیگه بعد بمیره. نایس کجا آرچری زیدی دارن. اون قسمت به نظر میاد کمانداری بیشتری وجود داره، ولی فکر نمی کنم بتونم بزنمش. نویز پسر، عجب ضربه ای به خدا. او شیت، پشمام دیدید اینجا رو؟ واقعا یه لحظه پشمام ریختش بجور، ترسیدم باور نکردنی. یه روز که اچ پی کمی دارم، یه روز که مریضم، اینجوری دارن به سمت خودمون شلیک میکنن. به نظرم پیاده نظام از اینجا کار به بعد بهتر شیلد وال بره. شیلداتونو بیارید بالا و به هم دیگه نزدیک بشید. دارن همینجوری به اینجا ضربه میزنم. من فقط بچه ها مشکلم اینه که دونه سپر نمیتونم اینجا پیدا کنم ازش استفاده کنم. همچنان کماندارشون دارن سعی میکنن تیربارونمون کنن. دونه سپر اینجا واقعا وجود نداره، من اونو وردارم. نه متاسفانه سپر، او پسر عجب، انگار داریم از میدون مین میگذاریم به خدا. بمیر الان دیگه، باید بمیره. نایس دود باشید. پا بزنید که دارم شدیدن به سمتمون شلیک میکنم. بهتره بشه من خودم هم بین سربازان باشم، مطمئن بشم که اینجا نمیمیرم. نایس، اینم از تو. بله فقط باید بهتون بگم که کماندارا ما حالا دارم از دست میدم. آرچرا میاد اینجا وای میسی، بیاید اینجا. به نظرم یکی آرچرا رو هم میتونیم اینجا، اگه ببینن دیگه اومدید اینجا، حالت لوس فورمیشن بگیرید. بعد میتونم با یکی آرچرامون هم بگم بیاد اینجا وایس، اونم دوباره حالت لوس فورمیشن بگیری که منجنیگاشون نتونن همینجوری به سمتمون شلیک کنن. پس اینا تیر خورد به هم بچه ها. این 6 تا اچ پی که از دست دادیم در واقع 6 روز از عمرمون رو انداختش. بذارید یه خورده جلوتر برم ببینم چه خبر. شیلداتون رو بالا نگه دارید دیگه، چون این شیلداشون زیاد خوب کار نمیکنه پسر. هر جا نگاه میکنی اینو کماندار دارن. خب چیکار کنیم انصافا؟ اوکی پیاده نظام یافتم بالا، یا همینجا وایسید پیاده نظام. و اینم از آخرین ضربه. حالا پیاده نظام زود باش، حرکت کن پیاده نظام، حرکت کن آماده جنگ بشید پسر. عجب پیشاتی، زود باشید پیاده نظام. بیا جلوتر ببینیم اینجا چه خبره. آماده بشید پیاده نظام به اینجا درست گفتم پیاده نظام. اینجا وایس، اینجا اگه بتونم به اینا بگم اینجا. اوکی به نظر میاد همه چی حله، فقط بهتر بچه موزه باشیم که اینا به سمتمون سنگین نندازن. خودم ترجیح میدم تو خط مقدم نجنگم، فقط موزه باشم که به سمتمون سنگی انداخته نشه. بمیر، به موقع بود. یکی دیگه، اینم از تو. چرا فرار کردین بچه ها؟ به نظر میاد دیگه چیزی براشون نمونده. میدونی چیه؟ پیاده نظام لاین بگیر، پیاده نظام حمله کن دیگه، داری چیکار میکنی؟ پس امیدوارم فقط کسی از اون بالا سنگی به سمتمون. او شت، میگم نموند. نه او پسر، اینا از کجا دارن میان؟ همین که من رفتم اینور سنگشون انداختن. نامرد، یکی دیگه هم داره از اون سمت میندازه. حالا دوتایی دارن پرتاب میکنن.
پسر این سربازا رو من کجا از دست دادم؟ سربازا بیافتید دنبال من، کماندارامون اونجا چون تازه اسپاون شدن دارن همینجوری میمیرن. ببین بچه‌ها منجنیگا دارن اونجا رو میزن، کماندارا بیافتید دنبال من، بیافتید دنبال من، این احتمالاً بهترین کار باشه برای ما. بزنید این نامرد رو، اگه یه خورده میتونستیم پیشروی کنیم از اینجا همیشه تموم بود. برید جلو آقا، اصلا نمیتونن حمله کنن، بدجور گیر کردیم. اینا هم شدیدن سربازای زیادی دارن. اوضاع جنگ اینجوریه که ما 300 نفرشون رو زدیم، 200 نفرمون رو زدن، همچنان 300 نفر دارن، ما 177 نفر داریم و داریم سربازامون رو از دست میدیم. پسر منو چه بد زدش، این کماندارامو نمیدونم چرا اینجوری دارن میمیرن و همچنان به اینجا نرسیدن. این قضیه داره شدیدن هرسمو در میاره. سربازشون زیاده بچه ها، شدیدن دارن از دروازه دفاع میکنن و منم چاره ای جو جنگیدن نمیبینم. یه پرش، یه شلیک، یه شلیک. اوه شه، سرباز خودی زدم این بار. ای نامردا منو انداختن اینجا، عملا گیر کردیم بچه ها. نمیشه به جان خودم اصلا نمیذارن حتی عقب نشینی هم کنم اینجا، بجور گیر کردیم، پیشروی اتفاق نمیفته. یه پرش، یه ضربه. حالا اینجوری باید به جنگم، فقط باید یه خوردم مواظب باشم که اینجا بیدلیل نصف عمرم از دست ندم. ببینم دیگه، اوه شت، کیه داره از گوشا به من ضربه میزنه؟ اینا هم ما داریم بالاخره یه مقدار پیشروی انجام میدیم. همه سربازا حمله کنید، حمله کنید، به کسی دیگه امو ندید. حالا لاین بگیرید، الان به نظرم زمانشه که شیل گرفتن رو ور کنم. ما اومدیم جلو، اینا هم دارن بیشتر به اون فشار میارن. پسر اصلا هیچی، یعنی واقعا پشمام. داریم میریم بچه ها، به نظر میاد بالاخره حملات ما موفقیت آمیز بوده. اوکی اینجا اوضاع اینجوری که هیچ کدوم از قسمت هاشون همچنان نیفتاده، این قسمت داره میفته. دارم میبینم که قسمت وسطیشون سرباز دیگه ندارن. ایوان اینم از این. بالاخره او پسر، یعنی واقعا اون جاولین رو بین این همه آدم به من زدش دیگه. بالاخره تونستیم اینجا رو آزاد کنیم. عجب جنگ مزخرفی شدش، تا حالا این همه جنگ بدی نداشتم، جدی میگم خیلی مزخرف بود. 550 نفرشون رو زدیم، یه مقدار که سعی کردم اینجا خودم توی جنگ بهشون کمک کنم، تونستیم بریم جلو. فرماندهمون بیچاره چند تا تیر دیگه بهش خورده، حداقلش اینه که از شونه هاشینا خورده، میدونی دیگه قسمت حساسش نبوده که اشممون شدیدن یفته. اینا 20 نفر دیگه همچنان دارن و تونستن هم 280 نفر رو بزنن. ارتش ما بیشتر مجروح شده و به نظر میاد جنگ بالاخره تموم شده. چند نفرشون عقب نشینی کرده یا چه میدونم همچین داستانی. او پسر سلامتمون افتاد، ما 30% عمرمون رو تو این جنگ از دست دادیم، شدیدن بد بودش. جنگ رو بدیم دست فرماندهمون ببینیم اوضاع چه جوریه. اوکی اینا زندانی من هستن. آره به نظرم بهترین کار اینه که زندانی بگیم. 50 نفر میخواد وارد ارتش هم بشه، خیلی خوش اومدن همتون، بیان اینجا. لول اپمون هم سریع انجام بدیم. زندانی نمیخوام که سرعتمو نیارم پایین دیگه، چاره چی الان؟ سرعت برای ما توی اولویت قرار داره. قیمتای جنگی هم نمیگیرم، بازم سرعتمو نیاد پایین. اینم از این. یکی به ما اعلان جنگ داد یا نه؟ ما تونستیم پادشاهی اینا رو شکست بدیم. رجی به ما اعلان جنگ داد. چی؟ او گرفت، همچی شد. اینا از اونجایی که الان دیگه زیر یه پرچم نیستن، هر کدوم از خاندانشون به صورت جداگانه به ما اعلان جنگ دادن، ولی تحت نظر پادشاهی نیستن. امپراتوری جنوب دیگه وجود نداره، امپراتوری جنوب توسط داریوش بزرگ به طور کامل شکست خوردش و پرچمشون هم توی آتیش داره میسوزه. اوکی دوست دارم اینو میبینم. یکی از دشمنامون رو تونستیم شکست بدیم، همچنان دوتای دیگه مونده. اوضاع این قلمون چجوریه؟ رحممون رو نشون بدیم، نمیخوام جایو با آتیش بکشم. سربازای دفاعی واقعا فکر نمیکنم نیاز داشته باشه، حداقل اگه از من بپرسید، ولی برای اطمینان یه چند نفری اینجا میذارم که دیگه بالاخره مطمئن بشیم مشکلی پیش نمیاد. اینم از این. اجازه بدید ببینم توی تجارت چه خبره. همه سپره رو بدم بره. میدونید دارم به چی فکر میکنم؟ این سپرمو دوباره وردارم، یکی از جاتیریامونو بیخیال بشیم. تبر دو دستم خوبه، ولی اینجا نه، اینجا باید بیخیالش بشم. به نظرم یه دونه تیرکمون و یه نیز و سپر میتونه برای ما خیلی بهتر باشه. اینم از این. یه از اینجا بزنیم بیرون. با توجه به سلامتی که اینجا از دست دادیم، دیگه کاملا مطمئنم زمان کافی نخواهیم داشت. و ببین بچه، سلامت هم داره همینجوری
کاهش پیدا میکنه. او پسر، یکی هم به ما اعلان جنگ داد، پادشاهی وایکینگا. اوکی، من با وایکینگا نمیخوام صلح کنم، این شهر رو میدیم به کی؟ شهر ما قراره برای کی باشه؟ این یارو خیانتکاره، کلا برای اون نمیشه. این یارو کاملا وفاداره، تو چطور؟ اینم وفاداره. اگه از من بپرسید به نظرم بهتره بدیم به این که شدیدن به ما وفاداره. با اینکه 5 تا شهر میگیره مشکلی نداره، بذاری ثروتمند بشن، بذاری قدرتمند بشن. اینا کسایی هستن که بعد قدرتشون بیاد بالا. اوکی، داشتم در مورد امپراتوری یه چیز میگفتم بهتون، باتانیا میگفتم. ببینید، ما میتونیم شکستشون بدیم، ولی دیگه نمیخوام با کسی دشمنی کنم، ما به دشمنی بیشتری نیاز نداریم. پس بریم برای صلح کردن باشون. 105 تا نفوذ میخوایم، نفوذ زیادی دیگه استفاده نمیشه با توجه به قوانین جدیدی که تصویب شده. لودا نمیتونن با مون مخالفت کنن. یه دونه وایکینگا رو داریم، یه دونه خوزیتو، به اینا هم میدیم اعلان جنگو. یه دونه فرد این یورو میخواد با ما مخالفت کنه. همون اول کار تونستیم چندین نفرشون رو زندانی بگیریم. فکر کنم توی شهری ما داشتن استراحت میکردم. بیاید راهی شمال بشیم سریع. نمیدونم، شاید عمر داریم بچه. سرعتمو چجوری میتونم افزایش بدم با بیخیار شدن منابعمون؟ اوکی، پس بیایید وارد این شهرمون بشیم. یا میدونی چیه، بیاید سریع یه لحظه به این روستامون بریم، ببینم چجوری میتونم یه مقدار سرعتمو بیارم، این ور اون ور کنم. همه منابعمون، البته قبل از اینکه همه منابع بدم شمشیرمون رو مارک میکنیم. حالا همه منابع میفرستم اینجا، 145,000. اوکی، همین که سرعتمون یه جوری بیاد بالا برای من کافیه. شاید نیاز باشه چند تا از اسبامونم رد کنم بره که دیگه اینا رمینا نکنن. اینم از این. حالا دانو میزنیم، از اینجا هم میایم بیرون. مشکل سربازی هم نداریم، بهتره همینجوری مستقیم راهی شمال بشیم. 58 الان سلامت داریم. این بار بخواد سلامت هم کاهش پیدا کنه به کجا میرسه؟ مسئله اینه. زود باش بسن اینو نشون بده اینم چه زمان داریم. میدونی چیه، دارم به نیروی کمکی فکر میکنم. این جنگ رو دیگه خودم. اوه، 45 تعداد سربازایی که میتونم فرماندهی کنم داره کم میشه، چون حالمون خوب نیستش. اوکی، اگه اینجوری باشه سریع به نیروی کمکی بگم بیان اینجا به دیدنمون، ببینم چه ارتشی میتونیم را بندازیم. بعد شاید بهتر باشه به خواهرم هم بگم بیاد به دیدنم که دیگه وصیت و اینجور چیزا رو انجام بدیم. برادر کوچیکمون هم بزرگ شده، اونم بیاد به اینجا یه دیداری داشته باشیم دیگه. بالاخره چرا که نمیتونه بعد نباشه. اینا دارن روستای ما رو غارت میکنن، زیاد چیز مهمی نیستش، همین که بتونیم مستقیم به قلعهشون حمله کنیم. اوکیه، پسرمون بزرگ شده، پسر کوچیکمون به 5 سالگی رسیده. من زیاد بهش اعتقادی ندارم، به نظرم دختر بزرگمون بهترین جانشین ممکنه برای ما. اینجا سربازی زیادی دارن ارتششون هم راهی اینجا میکنن. برام مهم نیستش، لردامو میتونن ارتششون رو شکست بدن. ما 3 تا لشکر داریم که داره همینجوری برای خودش دور دور میزنه. دارم فکر میکنم ارتشو همینجوری بفرستم بره. اگه سلامت و آره سلامتم 33 رسید. زمانشو نداریم بچه ها، این تنها گزینه ممکنه برای ما. همه زندانیا رو میگیریم، لول اپمون رو انجام میدیم. ارتش رو بخوام همینجوری بفرستم. اوکی، تونستن 714 نفرمون رو بزنن، ولی حداقلش اینه که تونستیم کار مغول ها رو هم تموم کنیم. شما زندانیای من هستی، کسی رو ول نمی کنم. بدوید بیاد اینجا، اسیر جنگی رو نمیخوام، سرعتمون کاهش پیدا نکنه. بعد غنیمت جنگی هم نمیگیریم، به کارمون نمیاد. شاید بهتر باشه این آهنمون هم بدم بره. و اینم از این، پادشاهی مغول ها هم کاملا شکست خوردش. خانات خوزی دیگه تو این دنیا وجود ندارن. اوکی، رحممون رو نشون بدیم. متاسفانه سربازش کمه، ولی یه جوری برام مهم نیست، چون مطمئنم که لردامون بعد بتونن کارو برامون جمع و جور کنن. حالا بعد راهی اینجا بشیم، این سربازا رو هم استخدام کنیم. بچا من سر راه یه تجدید گواهی هم کردم، ولی متاسفانه بیشتر سربازامون مجروحه. احتمال میدم با این ارتش نشه کارو جمع و جور کرد. میدونی چیه، میخوام به همه لردامون، هر لردی که تو این پادشاهی خدمت میکنه بگم امروز اینجا جمع بشن. قراره بزرگترین ارتش ممکنه دور خودمون جمع کنیم و شورش وایکینگیا رو یه بار برای همیشه شکست بدیم. ولی اینکه مطمئن بشیم دیگه هم شورش نمیکنن، کل شمال رو میخوام به آتیش بکشم. هر کی هم از اینجا بگیریم مستقیم قراره گردن بزنیم. اگه توجه کنید پسر پشمام اینجور داشته باشید، یه لشکر کامل، دو لشکر کامل، همینطور قسمت سوم هم داره پر میکنه. به نظرم واقعا ارتش بزرگی امروز قراره اینجا جمع بشه. شاید نزدیک به نمیدونم 3-4 هزار نفری بتونیم دور خودمون جمع کنیم. باید بهش نگاه کنم. میدونی چه، بیا دوباره چک کنیم ببینیم آیا سربازای دیگه ای نمونده. داداشم نمیتونه بیاد اینجا.
چرا نوسان نمیتونه بیاد؟ ایول ایول به نوسانم گفتم بیاد و یه دونه هم این یاروه باشه باشه. الان دیگه عملا لردی تو این پادشاهی نیستش که بهش نگفته باشم به ارتش ما ملحق بشه. بریم اینجا رو توی محاصره بندازیم ببینیم اوضاع چه جوریه. 833 تا سرباز دفاعی دارن. تعدادشون زیاده. فراموش نکنید اینجا آخرین دفاعی وایکینگ‌ها هستش. اینجا شکست بخوره کارشون تمومه. برای همین که دارن سعی میکنن چی؟ یکی از خاندان‌ها همین الان به ما خیانت کرد بچه‌ها. رگنار از شمال. اوه میدونی داستان چیه؟ اینا فرهنگشون از وایکینگیا بوده، به ما خیانت کردن و وارد ارتش وایکینگیا شدن. عجب نامردایی تو این دنیا پیدا میشه. فکر نمی‌کنم زمانشو داشته باشیم که بچه‌ها 18 تا ببین اچ‌پیم شدیداً افتاده. من احتمال میدم که نهایت 3 یا 4 روز دیگه زنده باشیم. ترجیحاً من اینکه حداقل رم و دشکوب و هر چی که میتونیم بسازیم بعدش به اینجا حمله کنم. لردمون به نظر میاد یه قلعه رو گرفتن. عجیبه عجیبه. باشه این قلعه رو قرار بدم به کی؟ این داداشمون شدیداً وفاداره، پس برای خودشه. همینطور بعد بهتون میگم که داره ازش هم حمایت میشه. تو چقدر قلعه داری؟ 6 تا. پشمام 6 تا یورو شهر و قلعه داره. به نظرم قرار شدیداً نفوذش تو این پادشاهی افزایش پیدا کنه. ما تونستیم رممون رو بسازیم. همینطور اینا داره هم منجنیگ آماده میکنن. اوضاع چه جوریه؟ سلامت هم قراره به کجا اوپنه زم؟ داریم زمانمون رو شدیداً از دست میدیم. یه قلعه دیگه گرفتن اینا. واقعا نمیتونم درک کنم این قلعه دارن از کجا میان دقیقاً. مسئله که وجود داره اینه که اصلا ما دشمنی نداریم. به هر حال دیگه همین که هست بهتره همچنان جنگ رو ادامه بدیم. به نظر میاد داریوش یه اسکیل بخشندگی گرفته، چون دارم همینجوری شهر حراج میکنم. در واقع به خاطر اینو داده که ما افراد وفادار به خودمون رو فراموش نکردیم. دلیل اصلیش اینه. من منجنیگا رو میذارم تا جای امکان میخوام بچه این جنگ خوب ببرم جلو. میدونی چیه؟ میتونم به جای اینا برای خودمون منجنیگای آتشی بسازم، برای اینکه مطمئن بشم میتونیم به بهترین نفع ممکن به اینجا حمله کنیم. منجنیگای آتشی به نظر میتونه برامون عالی باشه. زود باش. سلامت هم قراره به کجا برسه؟ سلامت هم قراره به کجا؟ 11. نهایتش ما 3 روز دیگه قراره زنده بمونیم. 3 روز بچه‌ها بد بشمانیمش. امروز روز اوله. ما تو روز اول تونستیم یه منجنیگو بسازیم. یو ور میدارم. نرید آقا همتون وارد ارتش من بشید. ما امروز باید بزرگترین ارتش ممکن رو اینجا بسازیم. فقط لردمون هیچ کدوم هنوز به اینجا نرسیدن. امروز روز دومه. سلامت هم فعلا کاهشی پیدا نکرده. من دوباره اینو ور میدارم. اگه توجه کنید هنوز خبری نیست. هنوز خبری نیست. 8. سلامتمون به 8 رسید. جدی زمانی نداریم. بچه احتمالا مجبور بشم با همین ارتش 1500 نفر به اینجا حمله کنم. زود باشید دیگه. کاش میمدن اینجا. این جنگ رو ول کنید بیاید اینجا. خب اوکی، ما این منجنیگ هم ساختیم. منجنیگامون اینجا میذارم. بهش دمیج خورد. ارتشای کمکی هم که رسیدن منتظر میمونیم روز بشه بریم برای حمله کردن. آیا این منجنیگو قراره از دست بدم؟ امیدوارم از دست نره. 2300 نفر. 2300 نفر دور خودمون جمع کردیم. صبح بشه دیگه بچه جدی بریم برای حمله کردن. دوتا منجنیگمون احتمالاً بیفتن. 3000 نفر. تعداد سربازامون داره بیشتر میشه. بنظرم دیگه البته ما منجنیگمون از دست دادیم. با این دوتا هم شاید بتونیم کارو جمع و جور کنیم. با بزرگترین ارتشی که دور خودمون جمع کردیم و هنوزم نصفش به اینجا نرسیده، بزنید بدیم به آخرین دفاعی اینا. یا میدونید چه، یه کوچولو منتظر بمونم روز بشه. این منجنیگشون هم که زدیم الان بریم برای حمله کردن. الان به نظرم زمان بهتریه، شرایط بهتری داریم. شب هم نیستش که چشامون در بیاد. چه گله زیبایی. یه دون اتوماتیک بزنم؟ نه، مثل اینکه بخ خودم این کارو انجام بدم. فرماندهای زیادی بینمونه. این داداشم رولان از وایکینگ ها هستش. فرماندهی جناح شب رو به عهده میگیره. یه فرمانده دیگه هم میخواییم. داداشم مارتیزیوس فرماندهی جناح راست رو به عهده میگیره. حالا بیا تقسیم بندی رو انجام بدیم. ارتش خودم دشکوب رو برمیداره. جناح چپم رو میاد این تاور رو میگیره. جناح راستمون هم که دست مارتیزیوسه اینو برمیداره. اینا قرار از اینجا حمله کنن. کماندارمون هم میتونیم فرماندهشو میدم دست مغول ها که به نظر میاد آرچرای بهتری هستن. بریم برای شروع کردن. سربازامون دارن آماده میشن که از منجنیگا استفاده کنن. یه دونه منجنیگ اونجا دارم. منجنیگ دومشون اصلا نمیبینم راستشو بخواید. ایول ایول منجنیگم. اوه شت، اونجا رو دیدید بچه ها؟ تنها منجنیگشون رو تونستیم با منجنیگمون بزنیم. ضربه خیلی عالی زدش راستشو بخواید. این دوتا منجنیگی که ما داریم شدید، سه تا منجنیگ داریم که شدیداً تونستن عالی حمله کنن. یه ضربه دیگه داره زده میشه. آیا میتونن بزنن؟ نه، نتونستن کسی رو بزنن. سربازام دارن همینجوری به سمت جلو ادوانس میکنن. آیا خودمونم از این استفاده کنیم؟ خیلی دوست دارم یه بار ازشون استفاده کنم. یه ضربه دیگه. آیا میتونه کسی رو بزنه؟ مسئله همینه. اگه توجه کنید دو سه نفر تونست بندازه زمین. کماندارمون سر موقعیتشون هستن. اجازه بدید ببینم اوضاع چه جوریه. ما اینجا 700 نفر داریم. اینا هم که 335 نفر سرباز دارن.
نظرتون چیه خودمونم توی جنگ شرکت کنیم؟ مشکلی که داریم اینه که کماندارشون بچه تعدادشون شدیداً زیاده. امیدوارم اینجا گیر کردم پسر، اینجا گیر کردم. امیدوارم که آرچرشون برامون مشکلی درست نکنم. پیاده نظام داره به سمت جلو میره. پیاده نظام شما تحت نظر فرماندهتون وای میستید، همینطور جناح چپمون هم تحت نظر فرماندهش وایسته. فرماندهش هرچی گفت اینا باید انجام بدن. خودم هم قراره اون 200 پیاده نظام رو فرماندهی کنم و ببرم به سمت جلو. منجنیگمون داره واقعا عالی میزنه. میتونم بگم آرچرامون هم شدیدن دارن دشمنانمون رو تیربارو میکنن. حرکت کنید رفقا، حرکت کنید که کم مونده به دروازه‌هاشون برسیم. کماندارمون دارن بازم شلیک میکنن. به نظرم یه جناح چپمون زیاد اوضاع جالبی نداره پسر. زدیم این گله رو عملا داغون کردیم، اگه توجه کنید یه جوری داغون شده. بزنید منجنیگا، بزنید کماندار رو تیربارونشون کنید. آرشارشون نسبتا زیر. نایس نایس، اونجا هم زدیم. منجنیگام داره به اونورم شلیک میکنه. فکر کنم اون تاورمون زودتر برسه. نه به نظرم این یکی تاور زودتر میرسه با توجه به اینکه دیوار اینجا نزدیکتر. پسر اون کماندار رو نمیدونم چرا نمیتونیم بزنیم. یه هدشات دیگه، بیدلی نیستش که به ما میگه فرمانده داریوش. اینم از این، اینم از این. دیدید دشمنو میزد نامرد. اوکی مثلا اینکه اینجا رسیدش. اجازه میدم خودشون از اینجا حمله کنه. به فرماندهشون گفتم فرماندهی رو به عهده بگیر. بیا اینور بذار من برم دیگه، این پیاده نظام نمیذاره حرکت کنیم. میخوای چیکار کنید؟ به نظرم یه سری حمله رو شروع کردن. اوکی این خوبه که بهشون امون نمیدن تجدید قوا کنن، چه میدونم نقشه هاشون آماده کنن. زود باشی دشکوب، زود باشی که میخوام جنگو از این سمت ببینم که شروع شده. ایول کماندارمون واقعا دارن عالی میزننشون. اینم از این، یکی دیگه خودمون اینجا به جهنم فرستادیم. اوضاع جنگ اینجوری که بچه تونستیم 130 نفرشون رو بزنیم. از اونجایی که دیگه بالاخره ما منجنیگو اینا داریم، همه چی به نظر میاد به نفعمونه. سری بیایید به جناح راستمون هم نگاه کنیم ببینیم اوزاش داره چه جوری میره جلو. نزن، فکر نمی کنم بخوره بچه ها، متاسفانه از دست هم خارج شد. ایبی نداره، این بار دیگه باید بزنیمش. نایس، اگه توجه کنید حملات از اینجا شروع شده. 47 تا سرباز دفاعی دارن این سمت. به نظرم میتونیم جناح راستشون رو شکست بدیم. منجنیگ داره همچنان اونجا رو بمبارون میکنه. جناح وسطیشون اگه توجه کنید نسبتا اوضاع بهتری داره. احساس میکنم اونجا موقعیت دفاعیشون بهتره. دشکوب داره چیکار میکنه؟ پیاده نظام تحت نظر فرماندهتون ریدید بابا، برید از اون دروازه حمله کنید دیگه. دارید چیکار میکنید پس؟ ببینم دیگه اون دروازه رو اگه بتونید بزنید. ولی از دروازه حمله کردن یه مقدار قراره برامون دردسر درست کنه. خودم هم برم جلو. بذارید بچه ها برم مطمئن بشم که اینا دیگه سنگ چیزی بهمون نمیندازن. او شیت، اینجا شاید بلنده. بزنید داغونش کنید. به کسی امون ندید. به نظر میاد بچه خبری نیستش. من عملا هیچ سنگ اندازی اینجا نمیدم. چرا دارم میگم یکی داره تکون میخوره؟ اینها داره میاد بمیر. سربازامون دارن ادوانس میکنن، این خوبه. ولی ترجیح میدم خودم بچه اینجا به این قسمت نگاه کنم و مطمئن بشم که مشکل پیش نمیاد. نزن نومد. ایول به پاش خوردش و سنگش هم افتاد زمین. بهتره خورده بیام اینورتر. بیا اینور الان نمیتونم اینجا رو بزنم. بمیر. نایس، به موقع بود بچه ها. به خدا یه لحظه دیر میدیدم زده بود اون سنگ رو داشت. یکی دیگه. اینم از این یکی دیگه داره از اونجا آماده میشه. این بار دو نفر اومدن. اوکی تونستم دوباره از اینجا دفاع کنم. بیاید بریم جلو ببینیم بچه ها اوضاع اینجا چجوریه. بمیرید. ایول اینکه پسنگ آرچر هم دارن و بچه ها اگه توجه کنید کماندارشون دارن با سنگ نظر از اون بالا منو. بچه ها شدیدن نگران این مسئله هستم که یکی از اون بالا منو با سنگ شیت نیروی کمکی اومدن. به نظرم بهتره ما از اینجا عقب نشینی کنیم. کسی که سنگ نمیندازه نه. سربازان به نظر میاد بچه ها بالاخره تونستن از اینجا پیشروی رو شروع کنن. حرکت کنید حالا همه سربازا حمله کنید و به کسی امون ندید. یه چند نفر اینجا توی محاصره انداختیم. به نظر میاد دیوارشون داره سقوط میکنه. سربازان تونستن دیوارشون هم تصرف کنن. این واقعا به نظر میاد جذاب باشه. یه ضربه یکی دیگه هم اینجا تونستیم بزنیم. بمیر. نایس، اینم از تو. به کسی نباید امون داده بشه. همه سربازای من لاین فورمیشن و با تمام سرعتتون حمله کنید. به کسی اجازه عقب نشینی ندید. چند نفر داره بچه از اونجا اسپام میشه. میدونی چه؟ یه پیاده نظام. من باید یه جناح پیاده نظام رو جلوی دروازهاشو میذاشتم که نتونن عقب نشینی کنن. پسر جاولینو داشت به من میزد. کجا دارن میرن دقیقاً؟ فکر کنم اینجاست پیاده نظام. بودو به اینجا. ما باید یه جوری اینجا رو ببندیم و فکر کنم چند نفرشون بتونن بچه ها عقب
نشینی کنن. آره اینا عقب نشینی کردم. آره چند نفرشون رفته؟ اوکیه اوکیه، ما 800 نفرشون رو زدیم، 200 نفرمون تونستن بزنن. قسمت خوب داستانی که تو این جنگ مجروح نشدیم. جنگ جذابی بود راستش رو بخوای. تو که زندانی من هستی، همتون زندانی من هستی، به کسی قرار نیست عموم بدیم. زندانی نمیگیرم، ترجیح میدم بچه‌ها اسیرشون اینا رو بی خیال بشیم. حالا همین سربازا برامون کافیه. غنیمت جنگی هم نمیخوام. اینم از این، اینم از این. مسئله‌ای که وجود داره اینه، بهتون گلدشو داده بودم، قراره اینجا رو مستقیم آتیش بزنیم. فقط بعد او پسر لول اینجا دیدی چجوری افتاد؟ رابطه هم با یه سری از لورد مثل لیانو اینا کاهش پیدا کرد. لوردایی که نزدیک به ما هستن همشون افراد بخشنده، مهربون، چه میدونم همچین لوردایی هن دیگه. با این کاری که انجام دادم یه جوری ناراحت شدن. اوکیه مشکلی نداره. اجازه بدید ببینم اینجا آیا لوردی. بله کل لورداشون اینجا هستش. بچه‌ها پشماتون بریزه ببین چند لورد دارن. حتی امپراتورشون رو من دیدم. اینها امپراتورشون اینجا هستش. برای اینکه مطمئن بشیم اینا علیه ما قرار نیست شورش کنن، همه رو میگیریم و قراره گردنشون بزنیم. البته الان نه به زودی. از اونجایی هم که یه قلعه دیگه همچنان اونجا دارن، به نظرم بهتره که زمانمون رو هدر ندیم، سریع از اینجا بیم بیرون. سلامت خودمون شدیداً بده و این قضیه داره حسابی نگرانم میکنه. مجبوریم که این جنگو بریم بچه‌ها، مجبوریم که جنگو ادامه بدیم. صاحب اینجا رو بعداً رسیدگی میکنم. دیدی چک کم شده بود، فکر کنم به 4 این الان رسیده باشه. به شهرمون دارن حمله میکنن. از یه چیز مهم نیستش اینا، بعد بتونن جمع و جورش کنن. لوردی هستش که بیرون مونده باشه. مطمئن بشید همتون دارید راهی اینجا میشید. الان کل لوردامون تو این ارتش جمع شدن. اینجا رو توی محاصره میندازیم. امیدوارم هر چه سریعتر همه به اینجا برسن ببینیم اوضاعمون چجوری. سلامت هم اوضاع چجوری. زود باشین و بهم نشون بده ببینم چه زمان دارم. زود باش. 2% تمومه بچه ها، کارمون تمومه. کل نفوذمون رو اینجا خرج کنیم بره. فکر کنم دیگه بیشتر از این نمیتونم زمانو هدر بدم. میخوام همینجوری ارتشو بفرستم جلو. باشد خداوند همراهشون باشه. 1800 نفرمون تونستن بزنن. سربازی زیادی مرده. همتون قرار زندانی من بشید. چیزی دوباره از اینجا نمیخوام. اینجا رو هم میخوام فقط آتیش بزنم که دیگه مطمئن بشم وایکینگ ها نمیتونن علیه ما یه روزی خیانت کنن. اینم از این. از اینجا میزنیم بیرون. ارتشمون اینجا دیزیبل میکنیم. اجازه میدم که دیگه کل وایکینگ ها رو سمت شمال جمع و جور کنن. حالا قراره کجا با بازی خدافزی کنیم؟ اگه از من بپرسید زیباترین شهری که تو این بازی وجود داره اینجاست. باید راهی اینجا بشیم. مسئله اینه آیا میتونیم واقعا به اینجا برسیم یا نه. امیدوارم که فرمانده داریوش کم نیاره. و اینم از این، اینم از این. بیاید وارد شهر بشیم. باورم نمیشه که واقعا تونستیم به اینجا برسیم. اگه از من بپرسید این شهری که از جذابترین شهرهای این بازیه. اینجا جاییه که نادیا هم خاکسپاری شده. برای همین که فرمانده داستانمون این همه تاکید میکنه حتما به این شهر برسه. شهر زیبای وایکینگ. یا واقعا میگم اینجا یکی از جذابترین شهرهای بازیه. بعد ما خواهر کوچیکمون آناهیتا رو داریم. این دختره شدیداً زرنگه، شدیداً، و بیشتر مسئولیت‌های ما رو تا وقتی که بچه‌مون بزرگی بشن قراره به عهده بگیره. برادر کوچولومو چی صدا رو شنیدید بچه‌ها؟ پشمام اصلا بهش نمیاد همچین صدایی داشته باشه. یورو اصلا ریشاش در نیومده، 18 سالشه. آفرین آفرین، خوشم اومد. اجازه بده یه حرکتی بزنیم. کاری که میخوام انجام بدم اینی که به تو اندازه نمیتونم بهش سکه بدم. ایبی نداره، همه آیتمامو میدم برای برادرمون بشه. چرا که نه، برو باشون حال کن، برو یه پولی به جیب بزنیم که همسرمونه. ای خدا این اصلا افریت هست به خدا. گفته خیلی از دست عصبانیم چون به دیدنم نیومدی جدیدن. بچه ها مرسی که ویدیو تا اینجا نگاه کردید. مرسی که سری امپراتور داریوشو تا اینجا دنبال کردید. به نظرم یکی از جذابترین سری های بنلور شدش. من که شدیداً ازش لذت بردم و باید بهتون بگم فعلا تا ویدیو بعدی و دیدار بعدی، خدا نگهدار همگی و خدا نگهدار دنیای بنلور.